شما به اسپیس فارسی گوش می کنید. با رفتن به sbs.com.au به اخبار و گزارش های بیشتری دست خواهید یافت. پس از افزایش نزدیک به پنجاه درصدی از زمان شروع همگیری کووید، اجار خانه ها به اندازه قابل توجهی کاهش یافتند. دو گزارش جدید نشان داده که اجار خانه در سراسر استرالیا در سه ماه منتهی به سپتامبر تغییرات کمی داشته و انتظار می رود این روند ادامه پیدا کند. مستعجرین شاید از شنیدن این خبر خوشحال شوند که احتمالا شدیدترین دوره رشد اجاره ها در استرالیا به پایان رسیده و حتی میانگین اجاره در داروین و کمبرا رو به کاهش است نیکولا پاول اقتصاددان ارشد دومین به اسبیس اس گفت که پس از افزایش بی سابقه پنج سال گذشته قیمت ها ناگوریز باید رشدشان را متوقف کنند او گفت فکر می کنم افزایش شدید نرخ رشد اجاره یکی از جنبه است که در واقع رشد اجاره بها را که اکنون شاهدش هستیم کند می کند. داده های دومین نشان می دهد که اجاره خانه ها از مارچ 2020 تا تا 48 درصد افزایش یافتند و اجاره واحدها در کل پایتختها از سال 2020 40 درصد بیشتر شده است. پاول گفت که دست در زمان مشابه تنها 13 درصد افزایش یافتند. آخرین گزارش اجاره دومین نشان می دهد که اجاره خانه ها در مجموع کل پایتختها و همه بازارهای منطقی در مجموع در سه ماه گذشته اصلا تغییری نکردند. در سیدنی اجاره ها دو درصد افزایش یافت و به رکورد 775 دلار در هفته رسید در حالی که در داروین با 3 درصد افزایش به 680 دلار در هوبارد با 1.9 دهم درصد به 550 دلار در پرد با افزایش 1.5 درصدی به 660 دلار و در ادلید با 8 دهم درصد افزایش به 600 دلار رسید اجاره خانه ها در بیزبن با 8 دهم ده درصد کاهش به 625 دلار و در کمرا با 7 هم درصد کاهش به 680 دلار در هفته رسید. اجاره ها در ملبون با 580 دلار در هفته ثابت ماند. در سطح ملی قیمت مسکن در ماه گذشته 7 درصد افزایش یافت که کنترین رشد سال به سال در سه سال گذشته بود. اجاره واحدها اصلا رشد نکرده و در سیدنی و ملبورن به ترتیب در رکوردهای 720 و 550 دلاری ثابت ماند. پاول گفت که اجاره ها کاهش خواهند یافت. چرا که مستعجران به سادگی نمیتوانند های بالا را تحمل کنند گزارش جداگانه که توسط پراپ ترک منتشر شده است نشان می دهد که رشد سالانه اجاره واحدها با افزایش 9.1 درصدی قوی تر از رشد سالانه اجاره خانه ها با افزایش 6.9 درصدی است و این شکاف به تنها 20 دلار در هفته کاهش یافته کامرون کوشر مدیر تحقیقات اقتصادی پراپ ترک گفت که دارایی های بیشتر برای اجاره کنندگان در دسترس قرار گرفته است. او گفت سرمایه گذاران بیشتری هم وارد بازار می شوند و وام دادن به سرمایه گذاران طی سال گذشته 30 درصد افزایش یافته است. اگر سرمایه گذاران بیشتری جذب کنید سهام اجاره بیشتری خواهد داشت که تقاضای شدید را کاهش می دهد. داده های کور لوجیک نشان داد که نرخ ترخیص اولیه حراج در هفته گذشته به شدت کاهش یافته و به 64 و, و نیم درصد رسیده است که برخی از تحلیلگران آن را به عنوان نشانه ای از کاهش قیمت مسکن تعبیر کردند و میگویند فروشندگان مجبور به کاهش قیمت ها برای یافتن خریداران هستند. پاول گفت که بازار شاهد افزایش عرضه بوده است او گفت انتخاب برای خریداران در حال افزایش است و آنچه که انتخاب بالاتر انجام می دهد در واقع کاهش سرعت رشد قیمت است به گفته پاول بسیاری از خریداران ممکن است منتظر باشند تا بانک مرکزی استرالیا چرخه کاهش نرخ را شروع کند اتفاقی که در راستای پیشبینی سه بانک بزرگ استرالیا برای سال بعد است. شنوندگان گرامی این گزارش همکارانم از اسپیس نیوز بود که من نیو صدر از اسپیس فارسی تقدیمتان کردم. آیا می به مطالب بیشتری مانند این گزارش گوش کنید؟ به ما از طریق اپل پودکست، گوگل پودکست، Spotify یا هر جای دیگری که پادکست های خود را از آن می گیرید گوش کنید؟